صبح زیباتان بخیر، خوش آمدین. خوشبختانم مهماندار هستیم. آقای سمیر انگار با ما هستن که ایشان آگاه امور اجتماعی هستن و بیشتر صحبت را در مورد نقش شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی، حالا چقدر دقیق و درست می باشه یا هم ما باید از کم نکات استفاده کنیم یا هم با کدام روش ها پیش بریم تا بتانیم که از البته صفحات اجتماعی یا هم شبکه اجتماعی بیشتر استفاده خوب صورت بگیره. سلام آقای انگار. صبح سلام و درود خدمت شما و بیننده های عزیز تلویزیون شما. امیدوار هستم صحبت آیندم به خوبی و خوشی آغازگر شده باشند. ممنون شما. خب آقای انگار، بیشتر صحبت در مورد نقش شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی مشریم از شما. قسمی که به همگان وایدا هست، شبکه های اجتماعی یا رسانه های اجتماعی یا همان سوشل میدیا، وظیفهش رساندن گزارش، اطلاعات، تصاویر به افراد یا فرد می باشد. قسمی که همه ما و شما می دانیم در قرن 21 شبکه های اجتماعی رول بارز و عمده ای را بازی می کند و یک منبع خوب معلومات یا اطلاعات یا رسانیدن اطلاعات به شهروندان و در نقاط مختلف از جهان می باشد که ما هم می توانیم به گونه مثبتش ازش استفاده کنیم و همچنان جنبه منفی خود نیز دارند. بله واقعا خوب آقای انگار، شما اشاره داشتین به این که جنبه مثبت دارم جنبه منفی همچنان دارم. کسانی که آگاهی عام و تام ندارند در این مورد که باید چیگونه استفاده کنند از شبکات اجتماعی یا هم از فیسبوک یا هر اپلیکیشن دیگه که باشه، چقدر میتونه مشکل ساز باشه به دیگران؟ حالا بعضی هستن، ما اگر ببینیم تا چند سال قبل زیادتر اشخاص وارد فیسبوک نمیشدن چون درست نمیدونستن که فیسبوک چیگونه استفاده میشه، اما حالا که ما میبینیم کسانی که آگاهی عام و تام هم ندارن باز هم یک اکانت ساختن به خود از نام دیگر ها استفاده میکنن، این چقدر میتونه مشکل ساز باشه؟ دقیقا این یک مشکل عمده کشور ما یا در نقاط مختلف از جهان این است که استفاده درست را ما از شبکه های اجتماعی بعضی از هموطنان یا همشهریان ما نمیدانند. مثلا ما زمانی که یک فیسبوک یا تویتر یا اینستاگرام یا شبکه های دیگری از اجتماعی استفاده میکنیم، ما بدانیم که این شبکه اجتماعی را به خاطر چی فعال میسازیم و به خاطر چی از آن استفاده میکنیم. این که ما وقت خود در کارهای منفی یا تخریب دیگران یا جور کردن آیدی ها به اسم دیگران استفاده نماییم، این واقعا یک کار نادرست و ناپسند هست. ما باید از شبکه های اجتماعی استفاده عظمی مثبتی را نماییم تا حداقل همان وقتی را که ما در شبکه های اجتماعی سپری میکنیم از او چیز را یا اطلاعات درست را بیاموزیم و در دسترس دیگران هم اطلاعات درست را و موثق را قرار بدهیم و از کارهای منفی، تخریب دیگران، پست نمودن مسائل منفی جدا اجتناب نماییم. بله واقعا. خب حالا در قرنطین یا کرونا همه شاهد از این بودیم، البته کرونا که میگن باز هم خدای نخواسته موج دوم در راه است، اما آرزو میکنم که این گونه نباشه. در قرنطین همه شاهد بودیم اینکه بیکاری خیلی زیاد بود، ولی بعضی ها از این قرنطین استفاده درست کردن، توانستن به اون کارهای خود برسن. بعضی ها آمدن در سوشال میدیا یا هم فیسبوک چیزهایی را پست کردن که اصلا قابل باور نبود. یعنی گویا من خودم مثال میتونم، بعضی ها این را شیر کردن که کرشمه عزیز مصاب با ویروس کرونا شده که من از خود آگاهی نداشتم. وقتی که خودم رفتم چک کردم دیدم که من کاملا سالم هستم و بعضی های دیگه هم با من و تماس شدن که آیا خدای نخواسته مصاب ویروس کرونا هستی، خیلی متاثر شدیم. این چه کمی میتونه بالای روح روان دیگران هم تاثیر گذار باشه و بالای روح روان همون شخص هم تاثیر گذار که میباشه؟ در قرن 21 که ما و شما زندگی میکنیم، عامل اساسی و عمده ای که اطلاعات درست یا اطلاعات زودی یا فوری را به ما میرسانه همان شبکه های اجتماعی میباشد. طبعا اکثر از شهروندان ما مصروف کارهای روزمره زندگی خود می باشه و یگانه عاملی که زودتر به اطلاعات با آن دسترسی پیدا میکنه همین شبکه های اجتماعی است
و شبکه های اجتماعی است، هم چی در وظیفه باشه، چی در دفتر باشه، چی در موتر و در هر جای دیگری باشه، با کلیک نمودن موبایل خود میتونه که صفحه مجازی یا شبکه های رسانه‌ای خود چک کنه. این که ما در این شبکه ها تبلیغات منفی کنیم، وقت خود بیجا سپری کنیم و در تخریب دیگران سپری کنیم و همچنان خبرها یا شایعات دروغینی را پخش کنیم، بجز از ای که وقت خود به هدر دادیم و ای که امی تشنج یا امی بحران یا امی تشویش های ناقی را به مردم و جامعه خود ایجاد میکنیم و دردسر را و مردم خود به میان می آوریم، دیگر سودی از این ما نمی بینیم. و بعضی ها هستند متاسفانه خاطر امو فیموز یا مشهور شدن پیچ های خود یا خاطر از این که فالوورز های از اونا زیاد شود، دست به چنین اقدامات که می زنه. این نادرست است، غلط است و این بسیار یک کار اشتباه می باشد. بله واقعا خب آرزومند استم که همه ما فرهنگ درست استفاده کردن صفحات اجتماعی یا هم شبکه های اجتماعی را بیاموزیم، بعدا بیم وارد یک صفحه اجتماعی شیم و بعدا بتانیم که استفاده خوب داشته باشیم. پس فرهنگ استفادهش خیلی مهم است. تا زمانی که ما آگاهی هم تا من نداریم اینجوری نباید بخواد یک صفحه ساخت. بعضی اصلا این گناه هم هستن که حتی مو اسم خود نوشته کردن نمیتونن، البته بعضیا اسم خود نوشته کردن نمیتونن، اما اگر ببینین یک اکاونت فیسبوک دارن، من نمیفهم چگونه باز را پیش میبرن. پس آرزومند هستم که همه ایتان با آگاهی عامتان بیاین وارد یک شبکه اجتماعی شوین. ممنون شما آقای انگار از یک تشریف آوردین. اگر حرفی باقی هست مشتم از شما. تشکر، سلامت باشین. قسمی که شما گفتین، ما باید هر کار را که میکنیم یا هر شبکه اجتماعی را که از آن استفاده میکنیم، باید در قدم اول فرهنگ از او را بلد باشیم، بعد استفاده نماییم. تشکر، سلامت باشیم. ممنون شما همچنان. خب ممنون از تک تک شما خوبان عزیزانه که تا ایدن ما را همراه بودین. قربان نگاه هایتان و بخش درمان فراموش نکنین. البته برنامه صبح خورشید این سی به اتمام میرسه و بخش درمان تقدیم شما میشه پس از یک وقفه کوتاه. و تا سلام فرصتی دوباره علایار مددگاره تمیه شما.